عده دیگری از افراد متصل به شبکه بی بی سی احضار و از آنها بازرسی شد. موفقیت این کار مرهون همراهی و همکاری مجموعه های رسانه‌ای و خود خبرنگارای در واقع پابند به انقلاب و نظام بود که این کیس تونست با موفقیت جلو بره. فقط نکته‌ای که من اشاره میکنم اینه که این در واقع اقدام به حول قوه الهی تونست اپوزیسیون و مجموعه شبکه های ماهواره‌ای که بر علیه انقلاب و نظام فعالیت میکنن همه رو به هم بزنه. در پی عملیات مخوف باندهای تروریستی رسانه‌ای جاسوس مزدور قسم خورده دشمن صهیونیستی برای چاپ روزنامه و خبررسانی و دیگر نیت‌های شوم و پلید، تیم‌های اطلاعاتی، ضد اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی سربازان گمنام نظام تحت هدایت مغز متفکر اصلی ضد جاسوسی با کد هیدر 2017 اقدام به برخورد با این روزنامه نگار نماها کرده و به یک جایی از شبکه آنها ضربه زدند. خاطر اینکه مغز متفکر این عملیات فقط تا 600 بلد بود بشمارد، این عملیات عملیات ضربه 600 نام گرفت. ضربه 600 که آژانس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر آن را لگد کبرا یا پنجه میمون نام نهادند، مهمترین ضربه‌ای بوده است که توسط مغز متفکر گمنام نظام به جایی زده شده است. قبلا ضربه‌های این مغز متفکر ضد خرابکاری در عملیات معروف به قلیان تایلند، تاکسی هند و ضربه آذربایجان به هیچ چیزی برخورد نکرده بود و باعث شده بود قسمتی از جاهایی از زننده ضربه دچار پارگی موضعی شود. در عملیات ضربه 600 ابتدا با فرض کردن جاسوس بودن تمام شهروندان، تعدادی از آنها با استفاده از سیستم بین‌المللی غافلگیری نایب تیمورخان دستگیر شده و با هدایت به مراکز خودجوش خود اعترافگیری نقش آنها در همکاری با دشمن به آنها تفهیم شد. در فاز دوم عملیات ضربه 600 با کمک شیوه های پلیسی و استفاده از پرتاب قندان و کفش و گاز گرفتن متهمین، نقش آنها در این شبکه کاملا روشن شد و بعد معلوم شد. نحوه گزارش موفقیت آمیز بودن این عملیات حاکی از موفقیت آمیز بودن این عملیات دارد، تا جایی که خود عاملین این عملیات آن را موفقیت آمیز خواندند. در این عملیات اطلاعات فوق سری بسیار با ارزشی مبنی بر حضور تعدادی افراد در فرندز لیست تعداد دیگری از افراد در فیسبوک با شیوه های پیچیده جاسوسی برای سربازان گمنام مسجل شد و همچنین معلوم گردید تعدادی از افراد به تعدادی دیگر از اشخاص در بعضی از وقتها ایمیل میزنند که این مهمترین رسوایی تاریخ افتضاحات جاسوسی تاریخ بشریت بعد از شکست حصر لنینگراد و گم شدن کشتی نوح میباشد. واحد مرکزی اخبار سری و فوق جاسوسی، مرکز ساندیس.